بیاید. بازتاب به آتش کشیده شدن قلب صنعت نفت عربستان، حوثی‌های یمن رجز می‌خوانند، ایران انکار می‌کند، آمریکا به دنبال چاره است. در 60 دقیقه امشب می‌پرسیم چرا واشنگتن تهران را مسئول می‌داند. از یک فعال رسانه‌ای حوثی‌ها می‌پرسیم واقعاً این آتش را آنها به پا کردند؟ همچنین در برنامه امشب فرمانده نیروی هوافضای سپاه میگوید ایران به دنبال جنگ با آمریکا نیست. حاجی زاده گفته پهپاد آمریکایی را یک نیروی آتش به اختیار سرنگون کرد. آخرین وعده های نتانیاهو دو روز مانده به انتخابات. او میگوید بعد از انتخابات حاکمیت اسرائیل به دره اردن تعمیم می‌یابد. آلمان از سال آینده با قانونی جدید درهایش را به روی مهاجران باز می‌کند. بازار کار جذاب برای متخصصان. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی تلاشی برای قطع شاهرگ انرژی جهان توصیف شده. آمریکا میگوید آماده است تا با آزاد کردن ذخایر اضطراری خود نیاز بازارهای جهانی را رفع کند. بریتانیا، فرانسه و چند کشور دیگر میگویند امنیت انرژی جهان به مخاطره افتاده. دیروز صبح تصاویری منتشر شد که نشان میداد زبانه‌های آتش پالایشگاه بقیق قلب صنعت نفت عربستان را در بر گرفته. حالا تایید شده که حمله به این تأسیسات و تأسیسات خرائز نیمی از تولید روزانه صنعت نفت عربستان را مختل کرده. حوثی‌های یمن بلافاصله اعلام کردند که ضرب شستی تاریخی و بی سابقه به دربار سعودی نشان دادند. آمریکا پای ایران را وسط کشیده. چطور نقطه‌ای با این درجه از اهمیت و حساسیت اینقدر آسیب پذیر بوده؟ آیا بازارهای جهانی تکان خواهد خورد؟ ایران در کجای معادله قرار می‌گیرد؟ بهرنگ تاج‌دین گزارش می‌دهد. جمعه تصاویر ماهواره‌ای تنها یک بیابان را نشان می‌داد، ولی شنبه دود سوختن تأسیسات نفتی عربستان را می‌شد از آسمان هم دید. دودی که یک شنبه کمتر شده ولی هنوز ادامه دارد. دود حمله‌ها ممکن است به چشم خیلی‌ها برود. سعودی‌ها که نیمی از ظرفیت تولید نفتشان کم شده، مشتریان نفت و فرآورده‌های نفتی که ممکن است شاهد جهش قیمت باشند، شبه نظامیان حوثی یمن که میگویند حمله کار پهپادهای آنها بوده، و شاید ایران، کشوری که وزیر خارجه آمریکا انگشت اتهام را به سمت آن نشانه رفته. مایک پومپئو گفته تهران پشت صد حمله به عربستان سعودی بوده، در شرایطی که روحانی و ظریف وانمود میکنند مشغول دیپلماسی هستند. در میانه درخواست‌ها برای کم کردن تنش‌ها، ایران حمله بی سابقه به منابع انرژی دنیا ترتیب داده. هیچ شواهدی وجود ندارد که منبع حمله‌های یمن بوده. این در حالی است که اندکی پس از حمله‌ها سخنگوی حوثی‌ها در صنعا گفت این گروه با 10 پهپاد به تأسیسات شرکت نفت آرامکوی عربستان در بقیق و خرائز حمله کرده بوده. ایران میگوید اتهام دست داشتنش در این حادثه دروغ است. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته چنین اتهام زنی‌ها و اظهار نظرهای کور و بی‌حاصل در چارچوب دیپلماتیک غیر قابل درک و بی‌معنی است. این گونه اقدامات بیشتر شبیه برنامه‌ریزی سازمان‌های اطلاعاتی برای تخریب وجهه کشوری به منظور زمینه‌سازی برای اقداماتی در آینده است. آمریکایی‌ها سیاستی به نام فشار حداکثری در پیش گرفتند که ظاهراً به دلیل ناکامی‌ها به سمت دروغ حداکثری گرایش پیدا کرده است. در همین حال عکس‌هایی در شبکه‌های اجتماعی از آنچه شبیه به بقایای یک موشک کروز است منتشر شده. بقایایی که بعضی ها میگویند شبیه موشک کروز قدس یک است، همین دو ماه پیش حوثی ها از آن رونمایی کردند. موشکی که ظاهرا شبیه موشک سومار ایران است. ولی فارغ از آن که حمله کار که بوده و با چه وسیله ای، ظرفیت تولید عربستان حدود 5,700,000 بشکه در روز کم شده، معادل نیمی از تولید روزانه این کشور. اگه یه تأسیسات در دنیا باشه که بخواین برای ضربه زدن به بازار جهانی نفت بهش حمله کنین، همین تأسیسات بقیقه. اگه فرض کنین نظام جهانی نفت دستگاه گردش خون اقتصاد دنیاست، بقیق میشه قلبش. بزرگترین تأسیسات پالایش نفت عربستان و گل سرسبد عربستان سعودی محسوب میشه. هر کسی این کارو کرده میخواسته کاری ترین ضربه ممکن رو بزنه.
البته عربستان سعودی میتواند کاهش تولید را با استفاده از ذخایرش جبران کند. ذخایری که در آغاز تابستان حدود 190 میلیون بشکه بوده. این یعنی کاهش ظرفیت تولیدش را میتواند تا یک ماه با استفاده از این ذخایر جبران کند. آمریکا هم بیش از 600 میلیون بشکه ذخیره استراتژیک دارد که ممکن است بخشی از آنها را وارد بازار کند. ایران تنها کشور دنیاست که به خاطر تحریم‌های آمریکا که امکان فروش در بازار جهانی را ازشون گرفته، ظرفیت خالی قابل توجهی داره. ولی اتهام زنی آمریکا به ایران به این معنیه که احتمال لغو موقتی اون تحریم‌ها خیلی کمه. در نتیجه تأثیر این کاهش ظرفیت عربستان شدیدتر میشه. فعلا خیلی ها منتظرند ببیند دوشنبه صبح که بازار نفت باز می شود قیمت چقدر بالا می رود. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. سام فرزانه همکارم از واشنگتن با ما. سام، اول از بازتاب این خبر در کاخ سفید و واکنش ها در دولت بگو. در کاخ سفید شاید میشه گفت که مهمترین واکنشی که داشتند بعد از توییت هایی که وزیر خارجه آمریکا داده بود از جانب دولت، یکی از مشاوران ارشد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا کلین کانوی به شبکه تلویزیونی فاکس رفت و اونجا درباره این ماجرا صحبت کرد. خانم کانوی سعی میکرد پیش از هر چیز نشون بده که چقدر سیاست‌های رئیس جمهوری آمریکا تا به اینجا خوب بوده، از جمله این که مثلا آمریکا الان به لحاظ انرژی مستقله و این اتفاق تأثیری بر آمریکا نمیگذاره. همینطور گفت که آمریکا الان دولتی داره که خیلی مثل سیاستمدارای معمول نمیشینن، حالا بخوان یه چیزی رو مطالعه کنن و آروم آروم نتیجه گیری بکنن. یک راست آقای پومپئو رفته و اعلام کرده که این کار ایران بوده و از اینها نتیجه گرفت که الان همه گزینه‌ها روی میز هست. امکان داره که چون از او پرسیده شد که نظرشون در مورد صحبت‌های سناتور لینزی گرام چیه که پیشنهاد داده بود که به حمله بشه به پالایشگاه‌های ایران، گفت که آره الان همه گزینه‌ها روی میزه. و بعد که حالا ادامه سوال‌ها رو مجری ازش پرسید، معلوم شد یکی دیگه از گزینه‌هایی که روی میزه اینه که همچنان احتمال دیدار از طرف آمریکا بین رؤسای جمهوری آمریکا و ایران رد نشده و همچنان خانم کانوی میگفت که احتمال این هست که این دیدار انجام بشه. اما در این حال این رو هم گفت که اصلا از اولم صحبت سر این نبوده که در نیویورک و زمان اجلاس عمومی سازمان ملل متحد این دیدار انجام بشه، اما گفته که شاید بشه. سام، خیلی خیلی کوتاه، از کنگره چه صداهایی به گوش میرسه؟ آقای لینزی گرام رو که براتون گفتم پیشنهاد حمله متقابل داده بود، لیز چینی که هم نماینده کنگره است از حزب جمهوری خواه و هم یکی از در واقع دختر معاون جورج بوش در دوره ریاست جمهوری است، گفت که بهتر اصلا به رئیس جمهور ایران و هیئت همراهش ویزا داده نشه برای اجلاس عمومی. گفت الان وقت مناسبی برای دیدار با رئیس جمهوری ایران نیست و گفت این باید کنار گذاشته بشه و موضع دولت باید همچنان موضع سفت و سختی بمونه. رند پال سناتوری دیگه از حزب جمهوری خواه اما معتقد بود که خانم چینی، آقای بولتون، اینها کسایی هستن که دنبال جنگ هستن، جنگ عراق رو راه انداختن و این رو هم میخوان با ایران جنگ را بندازن و میگفت که در واقع درگیری ایران و عربستان منطقه‌ای، آمریکا لازم نیست واردش بشه و میگفت کل این ماجرا اصلا سر این بوده که عربستان داره حمله ای میکنه به یمن که توی اون بچه‌هایی هم کشته میشن، مردم بی‌گناه کشته میشن، ایران هم داره از حوثی‌ها حمایت میکنه و این جنگ حاصل یک رقابت درون منطقه‌ایه. ممنونم از همکارم سام فرزانه. حسین بخیتی، روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای حوثی‌ها از صنعا پایتخت یمن با ماست. آقای بخیتی، وزارت خارجه آمریکا گفته که این حمله کار ایران بوده. وقتی به نقشه نگاه میکنیم، مرز شمالی یمن با نقطه‌ای که این حمله ها در شمال عربستان صورت گرفته بیشتر از 1000 کیلومتر، بین 1000 تا 1200 کیلومتر فاصله داره. بسیار میگن چطور ممکنه که حوثی ها چنین کاری کرده باشند؟ این اولین حمله نبوده. فراموش نکنیم که حوثی‌ها حمله از طریق پهپاد رو به
فرودگاه ابوظبی انجام دادند به خاطر جنگی که علیه یمن وجود داشته. به خاطر محاصره یمن حوثی‌ها تونستن این سلاح‌های خودشون رو توسعه بدن، خیلی از سلاح‌های خودشون رو بروز بکنند. یمن فراموش نکنین آدم‌های قابلی داره که میتونن این گونه سلاح‌ها رو تولید کنن. البته ما خواهیم شنید که آمریکا همیشه بخواد کاسه‌کوزه‌ها رو سر ایران بشکنه. عربستان هم همیشه همین کار میکنه، برای اینکه هر دوی اون کشورها میخوان ایران رو یک بهانه قرار بدن برای اینکه این ائتلاف خودشون رو، شکست ائتلاف خودشون رو در یمن توجیه بکنن. اما من همچنان معتقد هستم که اگر عربستان نگاه نکنه به ریشه های این جنگ، متوجه میشه که این ریشه های این جنگ ربطی به این نداره که سلاح های شما از کجا میاد، چجوری این سلاح هایتون خودتون رو تولید میکنین. عربستان خودش 100% واسه با امریکاست برای سلاح های خودش. مشکل اصلی این جنگ اینه که عربستان این جنگ رو شروع کرد سال 2015 و الان 5 سال جنگ رو داشتیم، 5 سال محاصره یمن رو داشتیم. و اگر عربستان سعودی واقعا میخواد که این حملات متوقف بشه، دیگه حمله به خاک صورت نگیره، باید این جنگ پایان بده. شما نمیتونین یک آتشی رو در یک کشور بیافروزید، در کشور همسایه خودتون، بعد انتظار داشته باشین این کشور هیچ مقابله مثلی نکنه. این رو هم اضافه بکنم، این اولین جنگ در تاریخ هست که یک طرف یعنی نیروهای حوثی در صنعا هشدار داده به سعودی ها، ما به شما حمله خواهیم کرد، ما اقتصاد شما را هدف قرار خواهیم داد. اما به رغم این هشدارها، عربستان همچنان میخواد به ما حمله بکنه و انتظار داره که ما ساکت بنشینیم، دست روی دست بگذاریم و هیچی نگیم. و در نهایت تمام بیانیه‌هایی که آمریکا صادر میکنه به نظر من همه دروغ هستن. فراموش نکنیم قبل از حمله به عراق آمریکا یک دروغی رو بهش متوسل شد درباره سلاح‌های کشتار جمعی و همین رو بهانه قرار داد برای نابود کردن کشور. این سلاحی هم پیدا نکردن. الان همین اتفاق داره در یمن میفته. اونها نمیخوان مشروعیت هادی رو دوباره در صنعا برگردونن. اونها فقط میخوان یمن رو کنترل کنن، سواحل یمن رو کنترل بکنن. و در هفته اخیر هم دیدیم که امارات متحده عربی چیکار کرد وقتی چند این حمله رو علیه نیروهای وابسته به هادی انجام دادند. نیروهایی که خودشون در ریاض مستقر شدن. بنابراین این جنگ واقعا برای کنترل یمن هست. فرموش برای همین هستش که نیروهای حوثی در صنعا همچنان به مقابل مصر علیه سعودی دست خواهند زد و این تازه اولشه و خیلی حملات گسترده تری رو ما علیه سعودی انجام خواهیم داد. اگر عربستان این درس لازم رو از حمله دیروز یاد نگیرن، بعد انتظار حمله بیشتری رو در آینده داشته باشه. آقای بوخیتی، خواهش میکنم که لطفاً کوتاه جواب بدید. اگر کوتاه‌تر جواب بدید ما میرسیم که سوال‌های بیشتری از شما بپرسیم. آیا کمکی از درون در عربستان هم بوده؟ به خاطر اینکه گفته میشه مناطقی که همجوار محلی است که حوثی‌ها بهش حمله کردند، مناطقی است که از نظر فکری پیوندهایی با ممکنه که بعضی از حوثی‌ها داشته باشند، نزدیکی‌هایی با بعضی از حوثی‌ها داشته باشند. همونطور که سخنگوی حوثی ها در صنعا گفت، بله، یک سری کمک هایی از داخل عربستان به قول او از طرف آزاد مردانی صورت گرفت. اما این چیزی هستش که ما بتونیم سر اون بگیم اصلا این حمله به خاطر شیعه ها بوده. حمله های بسیار زیادی در ریاض، در جیزا، در ینبا، در خیلی نقاط مختلف عربستان بوده که هیچ ربطی به شیعه ها نداشته. اصلا ما بحث فرقه ای رو، بحث شیعه سنی رو وارد این قضیه نکنیم که بگیم بله حوثی ها دارن از شیعه های داخل عربستان کمک میگیرن. خیلی ها هستن که علیه حکومت عربستان هستن، از جمله خاشقچی که اصلا شیعه هم نبود. فکر نمی کنید که این اقدام واکنش سخت عربستان رو به دنبال داشته باشه و یمنی های بیشتری کشته بشن، خصوصا غیر نظامیان، اونطور که سازمان های بین المللی میگن از قربانیان اصلی این جنگند؟ عربستان سعودی هر آنچه را که در چنته داشته استفاده کرده، همه قدرت خودش و هر سلاحی رو که داشته، هر کمکی رو که تونسته از نیروهای غربی بگیره گرفته.
من فکر نمی کنم بیش از این بتونن کاری انجام بکنن. در مورد بحث غیر نظامی ها، این حمله ما و عربستان سعودی نیست که باعث شده که غیر نظامی یمن کشته بشن. عربستان سعودی جنگ رو شروع کرده و 250,000 غیر نظامی یمنی رو محاصره کرده قبل از اینکه حمله به عربستان سعودی انجام بگیره، قبل از حمله دیروز اون تاسیسات نفتیش. بنابراین اگه این گونه حملات به عربستان ادامه پیدا بکنه، شاید عربستان تصمیم بگیره که متوقف کنه این جنگ رو و پایان بده محاصره یمن. از وقتی نیروهای حوثی حملات خود را از طریق پهپاد به فرودگاه‌های عربستان سعودی انجام دادن، دیدیم که حملات عربستان به یمن کمتر شده، برای اینکه فرودگاه‌هاشون خسارت دیدن. برای همین من فکر می‌کنم این گونه حملات ظرفیت عربستان سعودی رو برای حمله به یمن و کشتن غیر نظامی‌های یمنی کاهش خواهد داد. حسین بخیتی، روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای حوثی‌ها از صنعا پایتخت یمن، خیلی ممنونم از حضور شما در برنامه. حدود 4.5 سال از آغاز درگیری ها میان حوثی های یمن و دولت خودخوانده این کشور که تحت حمایت نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان است میگذره. بنابر آمارها جنگنده های ائتلاف به رهبری عربستان تا کنون حدود 18,000 حمله به مناطق تحت تصرف حوثی ها انجام دادن. از طرف دیگر حوثی ها هم در چند ماه گذشته به تلافی حملات عربستان و متحدانش حملات خود را به هدف های در خاک این کشور افزایش دادند. مهدی بیگی نگاهی کرده به بعضی از این حمله ها در ماه های گذشته. هر از گاهی یحیی سری، سخنگوی نیروهای مسلح حوثی های یمن، پشت این تریبون قرار می گیرد و خبر از حمله به اهدافی در خاک عربستان سعودی می دهد. بفضل من الله تعالی، به لطف خدا امروز نیروی هوایی در یک حمله گسترده با استفاده از 10 پهپاد تأسیسات بقیق و خریس را هدف قرار داد که هر دو به شرکت آرامکو در شرق عربستان متعلق هستند. حوثی ها می گویند که چند بار به اهدافی در عربستان سعودی حمله کردند، حملاتی که بسیاری از آنها را عربستان رد کرده، یا اینطور که عربستان می گوید با سامانه های ضد موشک دفع شدند. تعداد حملات آنقدر زیاد است که برشمردن همه آنها در فرصتی کوتاه ممکن نیست، اما چند حمله اخیر اینها بودند. 19 شهریور، 5 روز پیش، نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان گفتند که یک پهپاد حوثی ها را منهدم کردند. حوثی ها چیزی نگفتند. 2 هفته قبل از آن، 4 شهریور، حوثی ها گفتند که به یک هدف نظامی در ریاض حمله کردند. حمله پهپادی که عربستان آن را رد کرد. 1 روز قبل از آن، 3 شهریور، حوثی ها گفتند با 10 موشک بدر 1 فرودگاه جیزان در جنوب عربستان را هدف قرار دادند و چندین نظامی سعودی را کشتند. ائتلاف گفت حداقل 6 تا از این موشک ها را از بین برده. 26 مرداد ماه، حوثی ها گفتند به یک تاسیسات نفتی گازی در شرق عربستان حمله کردند و باعث آتش سوزی شدند. عربستان همچنان سکوت. 12 روز قبل از آن، 14 مرداد، حوثی ها گفتند با پهپاد پایگاه ملک خالد عربستان را هدف قرار دادند و کار فرودگاه را مختل کردند. حمله‌ای که عربستان آن را تأیید و یا تکذیب نکرد. تصاویر زیادی از این حمله ها در دسترس نیست. تأیید تاریخ دقیق و محل حمله ها هم برای بی بی سی مشکل است. اما از اخبار منتشر شده می توان به جمع‌بندی هایی رسید. حمله ها عمدتاً به تأسیسات نفتی، فرودگاه ها و پایگاه های هوایی، مناطق نظامی و به نفتکش ها بوده. حوثی ها تا حالا چندین بار به 3 فرودگاه در جنوب عربستان در نزدیکی مرز با یمن حمله کردند. فرودگاه های ابها، نجران و جیزان. مطار بمطار. فرودگاه در مقابل فرودگاه، سیاستی که حوثی ها به تلافی حملات عربستان و متحدانش به فرودگاه های تحت کنترلشان پیش گرفتند. حملاتی موشکی یا پهپادی که به نظر می رسد عربستان با وجود سامانه های ضد موشک چند میلیون دلاریش هنوز قادر به رهگیری آنها نیست. فرودگاه های ابها، جیزان، نجران در عربستان روز خوش ندیدند.
این تصاویر حدود 15 روز پیش از تلویزیون ایران پخش شد. گفته شده که موشک قاصف یک حوثی‌ها اهدافی را در فرودگاه ابها هدف قرار داده و فعالیتش را مختل کرده. و همینطور تصاویری دیگر از دو حمله پهپادی همزمان به پایگاه‌های نظامی سعودی‌ها در نجران و جیزان. اطلاعات دقیقی از خسارت‌های احتمالی در این گزارش‌ها ارائه نشده. سال گذشته سازمان ملل متحد به یک گروه کارشناسی مستقل مأموریت داد بقایای پهپادهای پیدا شده در عربستان را بررسی و تجزیه و تحلیل کند. در گزارش کارشناسان آمده هرچند که حوثی‌ها می‌گویند پهپادها را خودشان ساختند، اما بررسی‌های فنی احتمال دیگری را برجسته می‌کند. پهپادها از اجزایی ساخته شدند که از منابع خارجی در اختیار حوثی‌ها قرار گرفته و به یمن وارد شدند. زن به ایران است. مقام‌های آمریکایی در آذر 1396 با نمایش لاشه یک موشک که گفته شد از یمن به عربستان شلیک شده، آن را سند غیر قابل انکار حمایت تسلیحاتی ایران از حوثی‌ها خواندند. روی یکی از این قطعات آنچه آمریکایی‌ها به عنوان لاشه موشک نمایش دادند، نشانی شبیه آرم صنایع شهید باقری ایران نقش بسته بود. اما ایران مستندات آمریکا را ساختگی و جعلی خواند. آنچه از این گزارش ها برمی آید این است که حوثی ها بارها با موشک و پهپادهایشان عربستان سعودی را هدف قرار دادند. با این پیام که این کشور هم از آتش جنگی که در یمن به راه افتاده در امان نخواهد بود. حالا همه چشم ها به واکنش عربستان دوخته شده. مهدی بیگی، بی بی سی. فواز جرجس، استاد خاورمیانه LSE مدرسه اقتصاد دانشگاه لندن، اینجا با ما هستند. آقای جرجس، عربستان تا این حد و این تأسیسات به این اهمیتش آسیب پذیر بوده؟ این یک حمله فقط به عربستان سعودی نیست. این یک پیام ایران به ایالات متحده آمریکاست. هرچند هدف در داخل خاک عربستان واقع شده بود، اما آنچه که رهبران ایرانی دارن به مقامات آمریکایی میگن اینه که اگر ما نتونیم نفتمون رو بفروشیم، اجازه نمیدیم قدرت‌های دیگه نفتشون رو بفروشن. این حرفیه که ایران بیش از یک سال پیش زد. صرف نظر از اینکه ایران پشت این حمله بوده یا نه، مستقیم یا غیر مستقیم، این یک پیام مستقیم از طرف رهبری ایرانی به آمریکاست و آمریکایی ها هم ظاهرا پیام رو گرفتند. ایران میگه که ما نبودیم، حوثی ها ما با سخنگوشون حرف زدیم، میگن که کار ما بوده. چطور میشه مستقیما انگشت اتهام رو به سمت ایران اشاره کرد؟ اصلا مهم نیست که ایران مستقیم این کار را انجام داد یا غیر مستقیم. حوثی ها یک گروه بسیار کوچک در یمن هستند. این ظرفیت استراتژیک رو ندارن، ارادهش رو دارن ولی ظرفیتش رو ندارن. واقعیت اینه که ایران به حوثی ها کمک کرده. واقعیت اینه که ایران حوثی ها رو تقویت کرده. ایران به یوسی ها یاد داده که چجوری بتونه سلاح‌های این چنین استراتژیک، چنین پهپادهایی رو مورد استفاده قرار بده. اما این حمله، دو حمله پهپادی، حمله‌های استراتژیک هستن، حمله‌های تاکتیکی نیستن، حمله‌هایی هستن که شریان‌های اقتصادی عربستان رو هدف قرار میدن. داریم راجع به 5 میلیون بشکه نفت در روز حرف میزنیم. برای همین هستش که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، مستقیما زنگ زد به شاهزاده عربستان که بهش اطمینان بده که آمریکا مسلما مداخله خواهد کرد که اجازه نده حوثی‌ها بیشتر از این سلاح شلیک کنند. گفتید که آمریکایی‌ها پیام ایران رو گرفتن. به چه معناست؟ آیا به معنای رفتن به طرف مذاکره است، یا اینطور که یکی از سناتورهای آمریکایی گفتند که باید مقابله به مثل کرد، پالایشگاه‌های ایران رو زد؟ این یک دونه سناتور بود که حرف رو زد که اساساً هیچ سمت وزارت خارجه یا سیاست خارجی رو نداره. واقعیت اینه که ما نشانه‌های زیادی رو داریم می‌بینیم که آمریکایی‌ها دارن مستقیما با حوثی‌ها مذاکره می‌کنن در عمان.
این خبری هستش که روزنامه وال استریت جورنال اون رو درس کرد. آمریکایی‌ها نگران افزایش تنش از جنگ در یمن هستند به دلایل مختلف. هم فرانسوی ها، خود فرانسوی ها، آقای مکرون در صحبت با آقای روحانی، با حسن روحانی بهش گفتن که شما باید به ما کمک بکنید که ما به جنگ یمن پایان بدیم. جنگ یمن الان گسترش پیدا کرده، این امکان داره که یک جنگ منطقه‌ای رو ایجاد بکنه. من برداشت من اینه که به رغم لفاظی هایی که از همه طرف ها میشنویم، واقعیت اینه که تمام بازیگران این درگیری به نفعشون این هست که به این جنگ پایان بدن. شاید هم اشتباه بکنم، اما جنگ یمن شاید به پلی تبدیل بشه بین ایران و آمریکا، نه فقط برای اینکه یمن یک موقعیت سوغجشی داره، برای اینکه یک فاجعه بزرگ انسانی رو رقم زده. بزرگترین فاجعه انسانی دنیا الان در یمن و خیلی پیچیدگی‌های سوغجشی زیادی هم داره. و بذار یه گمان زنی دیگه هم بکنم، من به راحتی میتونم یه گشایشی رو بین ایران و آمریکا بر سر یمن ببینم که شاید بتونه درگیری یمن رو به راه حل برسونه. خیلی کوتاه اگر بگید ممنون میشم. ایران گفتید پیام داده و گفتید که ممکنه به مذاکره ختم بشه، یعنی ایران اون چیزی که میخواسته رو با این حمله که ممکنه طرفداران ایران انجام داده باشند به دست آورده؟ ببینید، ما به دانش آموزان خودمون، به دانشجویان خودمون در کلاس روابط بین الملل یاد میدیم که جنگ ادامه سیاست خارجی از طرق دیگه است. ایران داره از راه دور مذاکره میکنه. اون چه که شما الان در این صحنه های درگیری عربستان و یمن میبینید اینه که همه طرف ها دارن دورا دور با هم مذاکره میکنن. نمیدونم ایران موفق میشه یا نه، اما ایران داره تمام اهرم هایی که در دست داره استفاده میکنه تا نشون داره که این اهرم ها رو داره و اگه بخواد میتونه خسارت زیادی رو وارد بکنه. فواز جرجس، استاد خاورمیانه LSE مدرسه اقتصاد دانشگاه لندن، ممنونم از حضور شما در برنامه. و اما دو مهمان دیگر هم داریم. امیر حسین اعتمادی از سازمان دانش آموختگان لیبرال ایران و همچنین فعال سیاسی مخالف حکومت ایران از واشنگتن دی سی به ما. آقای اعتمادی معتقدند جمهوری اسلامی در سال انتخابات آمریکا به دنبال باج‌خواهی و اخاذی از شخص دونالد ترامپ. و همینطور قیس قریشی تحلیلگر مسائل حاشیه خلیج فارس اینجا با ما هستند. آقای قریشی معتقدند آمریکا، عربستان و متحدانشون باید بیاموزن که با ایجاد ارتش‌های کارتونی و اجیر کردن تروریست‌های بین‌المللی نمیتونن بر اراده ملت‌ها پیروز شن. از آقای اعتمادی سوال اول رو میپرسم. میخواستم از شما این رو بپرسم که چطور آمریکا اینطور مستقیم و بلا فاصله ایران رو متهم میکنه؟ ایران از نظر شما چی به دست میاره؟ اینکه آمریکا جمهوری اسلامی علناً و آشکارا از حوثی‌ها همه نوع حمایتی کرده، یعنی حمایت تسلیحاتی، حمایت مالی کرده، حمایت آموزشی کرد. هیئت حوثی ها به دیدار خامنه ای رفتند و به او گفتند که ما ولایت شما رو به عنوان ادامه ولایت پیامبر و علی قبول داریم. این نشون میده که اینها کات در برای اینکه مسئله ولایت مسئله کوچیکی نیست در ادبیات دینی و وقتی که یک کسی رو ولی میدونن گوش به فرمان او هستن. فکر میکنم آقای اعتمادی متاسفانه صدای شما قطع و وصل میشه، امیدوارم که همکاران من در بخش فنی بتونن مشکل رو حل بکنند. آقای قریشی، از نظر جغرافیایی فاصله بسیار زیاده، ایران و عراق خیلی نزدیکتر هستند به این پالایشگاه‌ها و تأسیسات نفتی تا حوثی‌ها. احتمال داره که مثلا بعضی از نیروهای طرفدار ایران وارد شده باشند و حوثی ها مسئولیتش رو به عهده گرفته باشند و یک هماهنگی به این شکل صورت گرفته باشه؟ با سلام به شما مهماناتون. این نگاه تقلیل دادن مسئله است، کوچیک کردن مسئله است. این امکانش تقریبا توی عراق وجود نداره، با توجه به اشراف اطلاعاتی که آمریکا در عراق داره و این اشراف شامل حریم هوایی تمام عراق میشه و خود آمریکا
اینکه ما مورچه را میتونیم تشخیص بدیم در جغرافیای عراق خیلی بعیده که این طور حملاتی با ده پهپاد چندین موشک کروز از خاک عراق و بدون اطلاع آمریکا این اتفاق بیفته. عراقی‌ها هم هیچ علاقه ای نداشتند، یعنی هشت و شبی و نیروهای بخش مسلح، بخش حتی طرفداران ایران در عراق هیچ تمایلی نشون ندادن که وارد چنین معادلاتی بشن و مخصوصا جنگ با عربستان یا حمله به عربستان. واقعیتش اینه که باید بپذیریم حوثی‌ها تونستن توی 4-5 سال گذشته خودشون رو بروز بکنن از لحاظ تسلیحاتی. نوع این پهپادها خیلی سبکن، فاصله خیلی زیادی رو میتونن طی بکنن، بالای 1000 کیلومتر میتونن طی بکنن، رادارها مشکل دارن با گرفتنشون. این یک واقعیتیه که به وجود اومد در جنگ بین حوثی‌ها، انصار الله در اصل، و سعودی‌ها. باید بپذیرن، من به نظرم بهترین کار پذیرفتن این قدرت انصار الله و دولت حکومت یمن در صنعا از طرف آمریکا و سعودی‌هاست. بله آقای اعتمادی، خیلی گفته میشه که طرف ها دوست ندارن وارد جنگ بشند. همکارم سام فرزانه هم گفت که یکی از مقام های ارشد آمریکا و یکی از مشاوران رئیس جمهوری هم گفته که هنوز گفتگو یکی از گزینه های بسیار مهمه، ولی مرز دوری از جنگ کجاست؟ کجا ممکنه که رشته کار از دست طرف ها خارج بشه؟ نمیدونم دور قبلی چقدر حرفام رسید، ولی در پاسخ به سوال شما بگم ایالات متحده و شخص پرزیدنت ترامپ به نظر من در یه هفته ده روز گذشته پیام های اشتباهی رو به جمهوری اسلامی فرستاد. از صحبت‌هایی که اول درباره مال همراهی با فرانسه برای دادن اون خط اعتباری کرد، بعد کنار گذاشتن جان بولتون، صحبت‌هایی که بعدتر شنیده شد از اینکه ممکنه تحریم ما کمی کاهش پیدا کنه، این پیام های اشتباه جمهوری اسلامی رو وادار کرد به اینکه یک گام جلوتر بگذاره و این حمله رو به نظر من هدایت بکنه. یعنی تقریبا من تردیدی ندارم که چنین حمله‌ای بدون اجازه جمهوری اسلامی به بزرگترین پالایشگاه نفتی عربستان غیر ممکن بوده. این یک قماری که جمهوری اسلامی در واقع داره میکنه و تصور میکنه که از این طریق میتونه یا از شخص ترامپ امتیازات بیشتری بگیره یا اینکه در صحنه سیاست ایالات متحده تاثیرگذاری بکنه برای مثلا انتخابات سال آینده. به یک من تاکید میکنم این به نوعی قمار و در این قمار اینها فرض رو بر این گرفتن که در هیچ حالتی طرف امریکایی پاسخ بله آقای اعتمادی، متاسفانه هنوز مشکل فنی ما هست. پاسخ اول شما این بود که جمهوری اسلامی دخیله به خاطر اینکه حوثی‌ها خودشون رو طرفداران و پیروان آیت الله خامنه‌ای میدونن، علنا همین رو اعلام کردن. پاسخ سوال دوم شما هم این بود که آمریکا پیام‌های اشتباهی فرستاده با برکنار کردن مثلا جان بولتون و ایجاد یک خط اعتباری به نوعی جمهوری اسلامی رو جری کرده. و اما آقای قریشی، ایران در پدید آوردن این گروه‌های مسلح در منطقه نقش زیادی داشته، این نقش غیر قابل انکاره. شما گفتید که به هر حال اونها نمیخوان وارد این درگیری‌ها بشن، ولی تا چند اندازه خود ایران روی اونها کنترل داره به این معنا که بخواد اونها رو هماهنگ بکنه؟ ممکنه که بسیاری از این گروه‌ها گروه‌هایی باشن که اصطلاح آتش به اختیار در ایران ازش استفاده میشه، این که خودشون هر وقتی که تشخیص دادن وارد عمل بشن. من مخالف این نظریه. من کلا معتقدم که متحدان ایران در منطقه، یعنی ایرانی ها، رفتارشناسی ایرانی ها و سیاست ایران رو نمیشه اینطوری تصور کرد. دستوری عمل نمی کنن، آزادی عمل دارن. متحدان ایران در منطقه آزادی عمل دارن، بنا به صلاح دید خودشون عمل میکنن. نمونه واضحش هم حزب الله هست. حزب الله دستور بگیر ایران نیست، یک گروهی هست که مدعی تبعیت میکنه ولی دستور بگیر ایران نیست. در عراق هم همینطوره. حوثی انصار الله و حوثی ها و دولت یمن، دولت مستقر در صنعا، که من به نظرم این آزادی عمل رو دارن و بر اساس اتفاقات در میدان تصمیم میگیرن. ضمن اینکه من فکر میکنم آمریکا بیشتر از اینکه پیام غلطی برای ایران فرستاده باشه، درست پیام ایران رو به درستی فهمید. یعنی
جنگ با ایران به تعبیر سعودی ها، به تعبیر اماراتی ها و یه سری شیخ نشین حوزه خلیج فارس پلی استیشن نیست. جنگی خواهد بود که منطقه رو درگیر خودش خواهد بود. آتش به منطقه خواهد زد، اثرات فوق العاده خطرناکی بر اقتصاد جهان، بر صادرات نفت از تنگه هرمز و خلیج فارس خواهد داشت. و به نظرم اتفاقا آقای ترامپ پیام ایرانی ها رو خوب فهمیده، حتی اماراتی ها هم پیام ایرانی ها رو به درستی فهمیدن. پیام ایرانی ها این بود به دولت های حوزه خلیج فارس و آمریکا و اسرائیل که ممکنه حمله نظامی به من بشه از سوی آمریکا، ولی من خاک، هر خاک و هر قلمروی که این حمله ازش صورت میگیره سمت مرز من رو به قول معروف جواب دندان شکنی خواهم داد. و به نظر من راهی هم نداره. ببخشید، ایران 40 سال هر کاری نبوده که علیه جمهوری اسلامی و علیه ایران اسلامی اتفاق نیفتاده باشه و خب نمیشه انتظار از ایران داشت که بشینه و ببینه چطوری تجزیهش بکنن یا چطوری بهش حمله نظامی بشه و دست و پا بسته بشه. آقای اعتمادی، شما گفتید که آمریکا پیام اشتباهی داده. میدونیم که حوثی ها مسئولیت حمله رو بر عهده گرفتن، ایران هم تکذیب کرده، ولی اگر اینطور که شما میگید ایران مستقیم یا غیر مستقیم دخیل باشه، مسئولیت این به دلیل پیام اشتباه بر عهده آمریکاست؟ نه، طبعا مسئولیتش با جمهوری اسلامیه و چی هم که تا حالا از سمت وزارت خارجه آقای پامپئو و بعد همین امروز مشاور آقای ترامپ دیدیم، اینه خب احتمالا باید اون تسهیلاتی که در خط اتحابی افته رو به کل فراموش بکنه جمهوری اسلامی. یک نکته رو من در پاسخ به مهمان دیگه بگم، اینطور نیست که جمهوری اسلامی هر جا با واکنش نمونه خیلی ساده رو در سوریه ببینید. اسرائیل الان در بیش از 2 سال گذشته 1000 حوازی جویا جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران، نیروی قدس، نیروهای تحت فرمان سپاه قدس رو هم برده، احتمالاً صدها نفر رو تا حالا کشته و جمهوری اسلامی و نیروهای تحت امرش اتفاقا به نظر من جمهوری اسلامی زبان زور رو خیلی بهتر میفهمه. اون سیگنال های اشتباه رو نمیفرستاد، ما به این شکل شاهد. آقای اعتمادی، هنوز مشکل خط رو داریم، ولی سوال من مشخصا این بود، سوال من این بود که اگر سیگنال اشتباه به قول شما آمریکا فرستاده، بنابراین مسئولیت آنچه که الان در عربستان اتفاق افتاده هم تا حدودی بر دوش آمریکاست، درسته؟ ببینید، وقتی صحبت از مسئولیت میکنید کم میشه. مسئولیت با اون کسی که کار رو گفت که تقصیری هم اینجا به نظر من شخص آقای ترامپ داره با اون پیامهای بسیار خب. شما فرمایید که مسئول نیست، ولی خب بی تقصیر هم نیست. و بله، آقای قریشی، شما چی فکر میکنید؟ آقای اعتمادی میفرمایند که بارها شده که فشار آوردن بر ایران و این فشارها جواب داده. این گونه هم نیست که همیشه جمهوری اسلامی سعی کرده باشه که در برابر تهدیدها تهدید بکنه و واکنش قهرآمیز نشون داده باشه و نتیجه هم گرفته باشه. ببینید، بخش بزرگی از این حمله هایی که میفرمایند دوستمون یا در مطبوعات یا رسانه ها بیشتر پروپاگاندای اسرائیلیه، یعنی تقریبا ایران نپذیرفته. یعنی اگر گفتن 100 و خورده حمله انجام دادیم، باور بفرمایید شاید چند 3-4 حمله مواضع ایران رو. ضمن اینکه باید یعنی متوجه این باشیم که ایران یک استراتژی بلند مدت در سوریه و لبنان داره و ریسک نمیکنه، یعنی نمیاد به خطر بندازه این استراتژی که بخش بزرگیش محقق شده، یعنی همسایگی با کشوری که تهدید اتمیه برای ما. اسرائیل کشوریه که قدرت اتمی داره، 2300 کلاهک هسته‌ای داره و تهدید میکنه حاکمیت ما رو، حاکمیت سرزمینی ما رو حمایت میکنن از تجزیه طلب ها، حمایت میکنن. وقتی میفرمایید سرزمینی ما یعنی کجا؟ یعنی ایران، یعنی مرز جغرافیایی ما. ببینید اسرائیلی ها خجالت نمیکشن از اینکه ما بگن ما میزنیم ایران رو، ما حمله میکنیم به پایگاه نظامی ایران. در رابطه با قضیه حوثی ها، من این رو تکرار بکنم، حوثی ها
برنامه ریزی دقیقی داشتن. گام دومشون رو عملی کردن. شرکت آرامکو یعنی تأسیسات این دو شهر که در سعودیه بوده، گام دوم یک استراتژی دارن به نام استراتژی بازدارنده. گام سومش خطرناکتره، یعنی یک بندری رو، من خبر دارم که بندری رو هدف قرار خواهند داد و احتمال داره که حتی بالاتر سطح تنش رو بالاتر ببرن و شیرین کننده های آب، و تأسیسات بله تأسیسات شیرین کننده و تأسیسات برق رو، بله برق رو هدف قرار بدن. روی این حساب به نظرم بهترین راه برای سعودی ها اینه که دست از این نگاه بدوی خودشون بردارن، برگردن به میز مذاکره، یا اجازه بدن خود یمنی ها با هم دیگه توضیح بدم. در مورد اسرائیل گفته میشه که سلاح اتمی داره، خود اسرائیل قبول نکرده، ولی ارزیابی ها حاکی از اینه که بین 70 تا 300 کلاهک اتمی داره. و این موردی که شما اشاره کردید رو هم البته فرمودید که اطلاعاتی شما دارید، طبعا ما نمیتونیم به عنوان بی بی سی مستقلن رو تایید بکنیم. ممنونم از قیس قریشی، تحلیلگر مسائل حاشیه خلیج فارس اینجا در استودیو، و همینطور امیر حسین اعتمادی از سازمان دانش آموختگان لیبرال ایران، و با پوزش به دلیل اینکه خط ارتباطی ما با اختلال کم و بیش همراه بود. اما امیر علی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، میگوید در جریان سرنگون کردن پهپاد آمریکا در خلیج فارس تقریبا دو ماه و نیم پیش یک افسر جز آتش به اختیار عمل کرده. آقای حاجی زاده گفت که او خودش هم بعد از زدن آن پهپاد از ماجرا اطلاع پیدا کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در آن زمان احتمال داده بود که این حادثه نتیجه یک اشتباه باشد. سقوط پهپاد آمریکایی تنش بین دو طرف را بیشتر کرده. جزئیات بیشتر از فیروزه اکبریان. حرف‌های تازه فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران از ماجرایی نه چندان تازه. کمتر از 3 ماه پیش ایران یک پهپاد آمریکا را سرنگون کرد. من بعد از اینکه شلیک شد، هواپیما سرنگون شد، مثلا بعدش من مطلع شدم. مثلا از قبلش اصلا اینجوری نبود که مثلا ما بیدار باشیم، آماده باشیم، دستور بدیم، نه. تهران همواره گفته دلیل سرنگونی این پهپاد ورود به حریم هوایی ایران بوده. 4 بار اخطار دادیم که شما نزدیک شدید، وارد آبهای سرزمینی ما شدید. واشنگتن اما در مقابل گفته پهپاد وارد حریم هوایی ایران نشده. دونالد ترامپ در آن زمان گفت که آمریکا قرار بوده در پاسخ به 3 هدف در ایران حمله کند، اما به دلیل برآوردی از کشته شدگان احتمالی از این تصمیم منصرف شده. رئیس جمهوری آمریکا در این حال احتمال داده بود سقوط پهپاد نتیجه یک اشتباه فردی باشد. صحبت‌های تازه فرمانده نیروی هوافضای سپاه زمانی مطرح می‌شود که امیدها برای کاهش تنش بین تهران و واشنگتن بیشتر شده. رئیس جمهوری فرانسه چند وقتی است که با جدیت به دنبال میانجیگری است. او به تازگی پیشنهاد داده یک خط اعتباری 15 میلیارد دلاری برای پیش فروش نفت در اختیار تهران قرار بگیرد و در مقابل ایران اجرای تمام تعهداتش در برجام را از سر بگیرد. در واکنش به این پیشنهاد امروز مجتبی ذوالنور رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران گفت این از نظر تهران پذیرفتنی نیست، چرا که قرار بود اول شرایط عادی شود. به گفته او اگر تهران این پیشنهاد را قبول کند، یعنی به آن بسنده کرده. دونالد ترامپ موضوع کاهش تحریم‌ها در مقابل مذاکره با همتای ایرانیش را رد نکرده. به طور قطع منتفیه. هرچند که رهبر ایران به شدت مخالف گفتگوست. و برکناری جان بولتون از مقام مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا. یکی از چهره‌های اصلی مخالف ایران در کاخ سفید. بعضی برکناریش را چراغ سبزی به تهران تعبیر کردند. یه بچه اشتراک بین ما و آمریکایی است. چون نه اونا دنبال ایجاد جنگ، نه ما. فرمانده نیروی هوافضای سپاه میگوید دو طرف دنبال درگیری نیستند. آن هم در اولین قسمت از برنامه‌ای تازه از شبکه افق. برنامه‌ای با تمرکز بیشتر بر مخاطبانی خارج از ایران. شاید بتوان حرف‌های او را به فال نیک گرفت. گانهایی که در تماس هستن با همدیگه در منطقه ممکنه اینها وارد جنگ ناخواسته‌ای بشن و خب
طبیعیه که عقل حکم میکنه امریکای فاصله بگیرن. حالا که مقام‌های سپاه پاسداران میگویند سرنگون شدن پهپاد به دستور آنها نبوده، باید دید فضا برای حل اختلاف‌ها چقدر باز شده. فیروزه اکبریان، بی بی سی. دو روز مانده به انتخابات سراسری در اسرائیل، فضای سیاسی این کشور تحت تأثیر این رویداد قرار گرفته. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر که برای حفظ قدرت تلاش میکنه نشست کابینه رو در دره اردن در سرزمین‌های اشغالی برگزار کرد و بار دیگر وعده داد که در صورت پیروزی در انتخابات این منطقه رو زمینه اسرائیل خواهد کرد. مهرداد فرهمند همکارم از بیت المقدس با ماست. مهرداد، اول از حال هوا و فضای انتخاباتی اسرائیل بگو لطفاً. امروز پایان تبلیغات انتخاباتی است و فردا روز سکوت انتخاباتی خواهد بود، روزی که تبلیغات متوقف میشه. اما این حال و هوا به این معنا نیست که مانند همسایگان اسرائیل در هر گوشه و کناری پوستری دیده بشه. این کیفیت تبلیغات در اینجا به این شکل نیست، بلکه دعواهای انتخاباتی بیشتر در رسانه‌ها جریان داره. در رسانه‌ها هم به نوعی آقای نتانیاهو خودش رو تحت فشار می‌بینه، یعنی رسانه‌ها، بدنه رسانه‌ها عموماً علیه آقای نتانیاهو هستند. شباهتی که او به آقای ترامپ داره این هستش که او هم مانند دونالد ترامپ جبهه می‌گیره در برابر رسانه‌ها و در این حال هم بیشتر حساب می‌کنه روی رأی سمت راست طیف سیاسی، یعنی اصولاً مناقشه سیاسی در جناح راست و محافظه‌کار طیف سیاسی اسرائیل جریان داره. جناح چپ آنچنان نفوذی نداره که بتونه تغییر چندانی در نتیجه انتخابات ایجاد بکنه. و در این حال این رو هم باید بدونیم که پسوردا آقای نتانیاهو با سخت‌ترین چالش سیاسی خودش در طول حیات سیاسیش روبرو میشه، یعنی انتخاباتی به این سختی رو او تا به حال تجربه نکرده. آقای نتانیاهو گفته که دره اردن رو زمینه خاک اسرائیل میکنه، کابینه خودش رو هم در همونجا برگزار کرده. این شعار چقدر میتونه خریدار داشته باشه و برای آقای نتانیاهو نفع به دنبال داشته باشه؟ همین وقتی که اون ادعا رو مطرح کرد یا این وعده رو داد، از این به استیصال نتانیاهو تعبیر شد و روز به روز هم نشانه هایی که ازش به استیصال تعبیر میشه بیشتر میشه. همین امروز او ابراز نگرانی کرده که در میان عرب های اسرائیلی، یعنی شهروندان عربی که تبعی فلسطین هستند، تخلف انتخاباتی رو بده و گفتش که اینها انتخابات رو دارند سرقت میکنند. و استنادش هم هست به اینکه در دور پیشین انتخابات که چند ماه پیش برگزار شد 82 مورد تخلف انتخاباتی گویا گزارش شده بوده از بخش عرب‌های اسرائیلی و تنها دو مورد اونها رو پلیس رسیدگی کرده بوده و به این دلیل از قاضی که رئیس ستاد، رئیس هیئت برگزاری انتخابات هست، آقای نتانیاهو درخواست دیدار فوری و جلسه فوری کرد، اما اون قاضی نپذیرفت. اینها در واقع ازش به عنوان این تعبیر میشه که آقای نتانیاهو خودش رو در وضعیت دشوار میبینه و داره دست و پا میزنه. در این حال بیشتر به نظر میرسه که این شعارهای همچون این که بخشی از گرانی باختری رو بخواد منظم کنه به خاک اسرائیل یا مسائلی که در مورد خطر ایران مطرح میشه، الان بیشتر دغدغه مردمی که پای صندوق رای خواهند رفت نیست. اون چه که من اینجا میبینم از صحبتی که مردم میکنن بیشتر به مسائل داخلی متمرکز هستند و اینکه از لحاظ داخلی چه در سیاست‌های داخلی به خصوص مسائل اقتصادی، مشکل گرانی که اسرائیل باهاش مواجهه، از این لحاظ کسانی که میخواند انتخابات رو برنده بشن چه خواهند کرد، همچنین اینکه مردم میدونن که برنده نهایی انتخابات نخواهد داشت، بلکه هیچ مثل سنت همیشگی در این انتخابات کسی اکثریت رو نمیتونه به دست بیاره، باید منتظر ائتلاف ها باشند. و در این حال در واقع اینم باز در نظر باید داشت که شرکت در انتخابات معمولا، استقبال مردم از انتخابات در اسرائیل همیشه رقم بالایی بوده، همیشه 60-70% واجدان شرایط در انتخابات شرکت کردند. پیش بینی میشه که این بار هم استقبال از انتخابات چنین باشه. ممنونم از مهرداد فرهمند در بیت المقدس.
آلمان تلاش می‌کند به بازار کار جذابی برای مهاجران تبدیل شود. از سال آینده قانونی در این کشور به اجرا در می‌آید که درهای آلمان رو به روی متخصصین در بسیاری رشته‌ها و کسانی که حرفه‌ای آموختند باز می‌کند. این تغییرات چه هستند؟ در کدام رشته‌ها کمبود وجود دارد و فضای کاری حاکم در این کشور برای مهاجران چگونه است؟ مریم انصاری گزارش می‌دهد. آلمان با کمبود نیروی کار در رشته‌های مختلف روبروست و این کمبود هر سال بیشتر می‌شود. مشکلی که آمدن بیش از 1.5 میلیون پناهنده هم نمی‌تواند به سادگی آن را حل کند. مشاغل مورد نیاز بازار کار آلمان کدامند و راه برای ورود مهاجران به این بازار چقدر باز شده؟ به مؤسسه اقتصاد آلمان در شهر کل می‌روم تا این سوالات را از سارا پیرنبرگ، کارشناس آنجا بپرسم. در مجموع کمبود نیروی کار در رشته‌های مختلف فنی مهندسی، رشته‌های علوم طبیعی و بهداشت و درمان بسیار شدیده. بازار کار آلمان در این حال محتاج کسانی است که در حرفه‌های مختلف فنی از سطح تجربه و کیفیت خوبی برخوردارند. همینطور در حوزه خدمات بیمارستانی و خانه‌های سالمندان کمبود جدی وجود دارد. از مهمترین مواردی که در قوانین مهاجرتی جدید عوض شده این است که دیگر یک آلمانی یا یک تبع اتحادیه اروپا برای گرفتن یک شغل نسبت به اتباع دیگر کشورها ارجحیت ندارد. یکی از جنبه‌های مهم این قانون برابری میان افرادی است که تحصیلات دانشگاهی دارند و کسانی که حرفه‌ای را بلدند. چون خیلی از کارگاه‌ها و شرکت‌های کوچک و بزرگ بیشتر به کسانی احتیاج دارند که حرفه‌ای آموختند تا به افراد آکادمیک. باستیان محمودی مشاور شرکت‌های آلمانی و متقاضیان کار از کشورهای دیگر برای آلمان میگوید برای مهاجرانی که به اینجا میآیند این امکان هست که یک اقامت 6 ماهه بگیرند تا دنبال کار بگردند. مهم اینه که متقاضیان به موقع مدارکشون رو ارائه کنن. کیفیت این مدارک و رشته تحصیلی اونها به دقت بررسی میشه و این در کنار دونستن زبان یک شرط مهم برای گرفتن شغل در آلمانه. به نیروهایی با تخصص بالا حتی این فرصت داده میشه که آلمانی رو همینجا یاد بگیرن. به اونها حتی امکان آوردن خانواده و گرفتن اقامت دائم بعد از 21 ماه کار داده میشه. با اجرای شدن این قوانین از بهار آینده وضع برای تازه واردان به بازار کار آلمان نسبت به گذشته چه تفاوتی خواهد کرد؟ پروفسور گوهر رحیمی رئیس کلینیک نازایی دانشگاه کلن رشته پزشکی را در آلمان خوانده و تخصصش را در اینجا گرفته. اون زمانی که ما درسمون تموم شد شرایط کاری برای ما خیلی سخت بود، چون کار برای دکترها کم بود، رقابت خیلی زیاد بود. ولی در حال حاضر میبینم که شرایط برای کسایی که از کشورهای دیگه میان خیلی راحت تره. مثلا برای کسانی که از ایران میان، من میدونم که باید 2 تا 3 امتحان رو تکرار کنن، یک امتحان تکمیلی میگیرن که بعد بهشون اجازه کار به عنوان پزشک عمومی رو توی آلمان میدن. پرستاری حرفه دشواری است و کمبودش در آلمان به شدت به چشم میخورد. در زمینه پرستاری، یعنی در همون حفاظت و مراقبت، کمبود نیرو هست. این وقتی که پرستاری مریض میشه، 2 تا پرستار با هم مریض میشه، ما مجبوریم مثلا 2 تا تخت آی سی رو ببندیم اون شب، یعنی پذیرش مریض نکنیم. در سالهای اخیر این کمبود رو بیشتر از منبع نیروهای مهاجر، کسایی که مثلا یا به عنوان ویزای کاری میان تو آلمان و اینا، سعی میکنیم که جبران بکنیم که تقریبا میشه، ولی خب کیفیت یه خورده فرق میکنه، چون فرهنگ ها مختلفن، آموزش ها مختلفن، این تاثیرگذار شده است. یک نیروی متخصص با تحصیلات بالا وقتی که میاد آلمان طبیعیه که یک سری توقعاتی داره. این توقعات چقدر با واقعیت اینجا منطبقه؟ ببینید، بذار مشخص بگم، کنکرت بگم به اصطلاح. کسی که تو ایران جای تخصص میگیره و تا من پیشنهاد نمی‌کنم که بیاد اینجا، واقعا اونجا سطح علمی، سطح اون چیز اجتماعیش اینا خیلی بالاست. ایران اینجا، ایران اینجوری نیست. اینجا اصلا کار پزشکی کار شاقی از نظر اون که ایران دکتر پزشک و اینا اون منزلت و جایگاه اجتماعی رو داره، اینجا نیست، انتظار اینو نداشته باشن. رشته‌های فنی بازار خوبی در آلمان دارند، اما مشتاقان زیادی در دانشگاه آلمان برای خواندن این رشته‌ها وجود ندارد. به خاطر سختی که این رشته ها داره، هم سخت وارد دانشگاه میشن و هم خیلی سخت فارغ التحصیل میشن. به خاطر این پروسه خیلی مشکلی که دارن،
و امکاناتی که برای جوانهاشون هست برای اینکه راه‌های دیگر رو برن، این رشته‌های مشکل احتمال اینکه شما بتونید کار پیدا کنید به عنوان مهندس، به عنوان دکتر توی آلمان زیاده. مازیار زمانزاده با قرارداد کار و همراه خانواده‌اش به آلمان آمده. شرکتی که او را استخدام کرده پروسه گرفتن ویزا و تهیه همه امکانات ورود او برای شروع کار در آلمان را بر عهده گرفته است. توی ایران استرس‌هایی دارید، مثلا استرس ترافیک دارید، استرس آینده‌تون رو دارید، بازنشستگیتون چی میشه، آموزش فرزندتون چی میشه. وقتی که مهاجرت میکنید، حداقل به آلمان میتونم بگم که وضعیت کاملا برعکس میشه. شما تمام اون استرس ها رو دیگه ندارید، اما یه استرس دارین که به نظر من به همه اونا فائقه و اون استرس کاریتونه و اینقدر فشار کار روی شما زیاده که شاید لفظش درست نباشه، اما اشک آدم رو در میارن سر کار. با وجود این، رقابت برای ورود به بازار کار آلمان میان نیروهای متخصص از کشورهای دیگر از جمله از خاورمیانه با تغییر قوانین مهاجرت احتمالاً به رقابتی فشرده تبدیل خواهد شد. اما آیا تغییر قوانین روی کاغذ به خودی خود کافی است؟ وقتی به قوانین نگاه کنین، نمیتونین با اطمینان بگین که وضع به سرعت تغییر مثبتی خواهد کرد، چون ایجاد تغییرات لازم در اداراتی که باید پروسه اقامت و کار متقاضی را راه بندازن ساده نیست. روند گرفتن ویزا هم به محض اجرای شدن این قوانین لزوماً راحت تر نمیشه و همچنان باید صبر زیادی داشت. او میگوید دسترسی به اطلاعات دقیق و وجود مراکزی برای کمک و ارائه این اطلاعات در کشورهای مبدأ شرطی ضروری برای رسیدن بی‌دردسرتر به مقصد است. مریم انصاری، کلن. ممنونم از اینکه این برنامه 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید. شب و روز بر شما خوش.